سلام علیکم. برای پس‌اندازه پول‌هایشان ایستادند. این پول را از کار در روی جاده‌ها به دست آوردند. اما چی این کودکان را واداشته است تا پول پس‌انداز کنند؟ پدرم مریض شده بود، پیسه نداشتیم. دکتر گفته بود برو 300 روپه دوایش میشه. پیسه نداشتیم که 300 روپه دوایش بدیم. باز قرض کردیم، از همسایه قرض کردیم. باز اینا رو من حساب باز کردیم، اینا رو نه قرض میگیرم نه دیگه. وقتی که یک خانم که مریض شد، من از اینجا میگیرم میبرم برش دوا میگیرم. از حسابم پیسه خود بکشم. من مثلا کتابچه ندارم، برم کتابچه برخو بگیرم، قلم برخو بگیرم، پنسل پاکر بگیرم. زمستان میشه یک چیزی نخواداشتم برخو میگیرم. این مقدار پول بخشی از درآمد یک روزه 4 کودک است. آنان این پولشان را نزد میرویس عظیمی پسنداز میکنند. نام چیه؟ میرویس 15 ساله اینجا هنر میناتوری میآموزد و همزمان مسئول بخش خزانه انکشافی اطفال در مؤسسه آشیانه است. خب در بخش سیدی که من بخش پول خود را پسنداز کنم، ایره آموختم و بخش آینده خود را فهمیدم که باید تضمین کنم آینده خودم. من قبلا تضمین نداشتم در آینده که چگونه میشه آینده من، اما حالا میفهمم که از خود یک شخصیت جور کردیم که میتونم که در آینده بزرگ شوم و یک خب با آینده خود خدمت کنم یا آینده خود ترقی بدم. مؤسسه آشیانه حدود 14 سال قبل خزانه انکشافی اطفال را ایجاد کرد. اکنون ده ها طفل صدها افغانی در آن پس انداز دارند. هدف د برنامه د ماشومان د ذهن د انکشاف، څنګه ماشومان وکولی شي خپله راتلونکی اداره کړي، څنګه وکولی شي خپله پیسې ذخیره کړي، او څنګه وکولی شي د دې طریق نه د اشانې طریق نه یو ځای ته ورسیږي چې یعنې د دی راتلونکی او د دی اوس دواړه تضمین وکولی شي. یعنې دوی څنګه وکولی شي مینجمنټ زده کړي، څنګه وکولی شي په آینده کې خپل روړې زده کړې وکړلی شي، د دې لپاره موږ دی آماده کوو. هرچند در بیشتر از یک دهه گذشته بانک و بانکداری در افغانستان رونق بی سابقه ای داشته است، اما هستند کسانی که هنوز پول خود را به طور سنتی در خانه و یا نزد اقاربشان پس انداز می کنند. گروه دیگری هنوز پولشان را نمی توانند به درستی مدیریت کنند. در با بزرگی که پدر می داد رفته خرد می کنیم خلاص. من نان خوردن خود نداریم امروز. وقتا که نمی فهمیدی که جمع می کنیم بدر می خورد کن که نفهمیدیم دیگه هیچ. پا خود داشتی صاحب باشی من با در پیره نرد کوی افتا قصف دخل مخل نو مور تا بم در پیسی بار کبولی سی مور در شلو پیاد دیر پی در ساتا زخیره کوه تو زخیره با نقه باش زخیره سی یا با مختر دو پاره یا با مدوگه دو پاره دینی بی کال دو پاره در با مرتر زخیره بار کبولی کنید خانه را کنده بگه دونمو تنگه شانداخولی تران دونمو انداخته می رفتیم باز که یک در زیاد شده بود دونه خرچ خانه خود و لباس خود و تا و بارای خود کردیش زمون میکنیم. اما مؤسسه آشیانه اینجا فرهنگ سازی می کند تا کودکان مدیریت پول و پس انداز کردن را بیاموزند، کاری که شاید اساس گذار یک آینده مرفع برای این کودکان باشد. زینب 13 ساله نسبت به اکثر کودکان دیگر در اینجا یک گام پیشتر گذاشته است. او حالا به دیگران آموزش می دهد و در بخش مدیریت پول با میرویز همکاری می کند. وقتی که من کتابچه بانکی نداشتم پول زیاد جمع میکردم، پول زیاد پیشم بود، کالش از پیشم مصرف میشد میرم. تجربه می است که در کتابچه بانکی انداختم، وقتی ضرورت بود پدرم زیاد مریض بود، باز همون کتاب پیسه رو کشیدم باز بردم در شبخانه در این پدرم کردم. او وقت بسیار زیاد نمیفهمیدم، از این تجربه گرفتم که چی وقت پیسه رو مصرف کنم و چه قسم جمع کنم. مقوله معروف است که میگویند قطره قطره دریا میشود. تا دریا شدنی این قطره های کوچک شاید راهی دراز در پیش رو باشد، اما بعید نیست که یکی از این کودکان روزی به سرمایه‌دار بزرگ مبدل شود و داشته های زندگی خود را مدیون همین لحظات بداند.